سرخط خبرها، پرده برداری از یک فاجعه. سخنان مهم رمضان قدیروف درباره سرنوشت کیه. آزمایش موشک قاره پیمای روسیه با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و شروع آموزش نظامی نیروهای اوکراینی در خاک انگلیس. مشروع اخبار، پرده برداری از یک فاجعه. تصاویر ماهواره‌ای از حفاری گسترده در گورستان ماریوپول توسط نیروهای روسیه. وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با دیگر طرف‌ها در جمع‌آوری مدارک ارتکاب جنایت جنگی توسط روسیه در اوکراین همکاری می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای حفر بیش از 300 گور بزرگ در گورستان غرب شهر ماریوپول را توسط نیروهای روسیه نشان می‌دهد. این روزنامه جمعه 22 آوریل اعلام کرد که این حفاری‌ها در ماریوپول طی ماه‌های مارس و آوریل انجام شده است. همزمان با انتشار این تصاویر، مقامات اوکراینی از کشته شدن 10,000 نفر طی حملات پیوسته و محاصره 2 ماهه شهر ماریوپول توسط ارتش روسیه خبر دادند. طبق گزارش نیویورک تایمز، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای وجود 300 حفره بزرگ در گورستان مانهوش در غرب ماریوپول را نشان می‌دهد که در مارس و آوریل هنگام تصرف این منطقه توسط روس‌ها حفاری شدند. تصاویر گرفته شده در 23 و 26 مارس حفر چند ردیف در گورستان مذکور را نشان داده، اما در 6 آوریل تصاویر از گسترش حفاری‌ها و حفر بیش از 200 گور بزرگ در مساحتی به وسعت 1 هکتار خبر می‌دهند. سخنان مهم رمضان قدیروف درباره سرنوشت کیف. سخنان مهم رمضان قدیروف درباره سرنوشت کیف مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش تحریریه، در حالی که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است با روس‌ها بدرفتاری خواهد شد و به طور غیر مستقیم خواستار برخوردهای فاشیستی با شهروندان روسی شده است، اما سخنان مهم رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن درباره سرنوشت کیف پایتخت اوکراین مورد توجه قرار گرفته است. قدیروف به صراحت زلنسکی را مسخره و اعلام کرد که شکست اوکراین حتمی است و ارتش روسیه کیف را اشغال خواهد کرد. پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل رشادت‌های سربازان چچنی در جنگ اوکراین به رمضان قدیروف درجه مارشال یا سپهبد اعطا کرد. آزمایش موشک قاره پیمای روسیه با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. روسیه در یک نمایش قدرت موشک بالستیک قاره پیمای جدید با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرد که به گفته پوتین دشمنان مسکو را وادار به توقف و تفکر می‌کند. به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، در تصاویری تلویزیونی پوتین در حالی که ارتش به وی اطلاع می‌دهد موشک سارمات برای اولین بار از پلسیتک در شمال غربی روسیه آزمایش شده و اهدافی را در شبه جزیره کامچاتکا در فاصله نزدیک به 6000 کیلومتری 3700 مایلی مورد اصابت قرار داده است. آزمایش سارماس که سالها در حال توسعه بود غرب را غافلگیر نکرد، اما در لحظه تشدید تنش ژئوپلیتیکی رخ داد. پوتین گفت مجموعه جدید دارای بالاترین ویژگی‌های تاکتیکی و فنی است و می‌تواند بر تمام ابزارهای مدرن دفاع ضد موشکی غلبه کند. این مجموعه مشابهی در جهان ندارد و تا مدت‌ها نیز نخواهد داشت. این سلاح واقعاً منحصر به فرد پتانسیل رزمی نیروهای مسلح ما را تقویت می‌کند. امنیت روسیه را در برابر تهدیدات خارجی به طور قابل اعتماد تضمین می‌کند و برای کسانی که در تب و تاب لفاظی‌های تهاجمی جنون‌آمیز تلاش می‌کنند کشور ما را تهدید کنند، زمینه تفکر فراهم می کند. شروع آموزش نظامی نیروهای اوکراینی در خاک انگلیس. آموزش نظامی نیروهای اوکراینی در خاک انگلیس همزمان با افزایش حمایت‌های بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور از کیف آغاز شد. به گزارش اینا، خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی جانسون اعلام کرد که این نیروها آموزش با خودروهای زرهی را که انگلیسی‌ها به ارتش اوکراین دادند، آغاز کرده است. به نوشته رویترز، آموزش نیروهای اوکراینی برای اولین بار از شروع جنگ در خاک انگلیس انجام شده و این مسئله با افزایش حمایت نظامی جانسون از اوکراین تلاقی پیدا کرده است. انگلیس 120 خودروی زرهی از جمله ماستیپ را که میتواند برای شناسایی یا گشت‌زنی مورد استفاده قرار بگیرد در اختیار اوکراین قرار داده است. سخنگوی نخست وزیر انگلیس گفت که انگلیس در هماهنگی با متحدان خود تجهیزات جدیدی را در اختیار سربازان اوکراینی قرار داده است که شاید پیشتر با آنها کار نکرده باشند.